به نام خداوند جان و خرد. پیش از این که آغاز کنم سخن امروز رو، حتما شگفت زده شدید که این در دست من چیست. آیا کسی میدونه این چیه؟ این ساز منه. بنابراین بود که من درباره ساز کهن و شیوه های نو که البته سخن خواهم گفت و بعد اون رو نشان میدادم با نوازندگی خودم، ولی تنها تونستم با اینکه از 10 صبح اینجا هستم، تنها تونستم پایه ساز خودم رو اجازه پیدا کنم روی صحنه بیارم. جدال بر سر سنت و مدرنیته از دیرباز در همه جوامع متمدن و جوامعی که هنر در اونها به هر حال جاری بوده، ساری بوده، همواره بوده. هرچند پیش از اون که من به تعریف سنت و چگونگی مدرنیته از نگاه خودم بپردازم، خاطر نشان می کنم آنچه که در خیلی چیزها آنچه که سنت به شمار میاد یک روزی نو بوده و با پذیرش جامعه و مردم تبدیل به یک چیزی شده که نام سنت رو بر اون می نهیم. هرچند من یه پرانتز باز میکنم اینجا، از نگاه من آنچه که من در امشب یعنی امروز من خواهم گفت بیگمان نگاه من است. در پس بیش از 40 سال کار هنری و آشنایی با بسیاری از هنرمندان که امروز شوربختانه روی در نقاب خاک کشیدند، با هنرمندان جوان البته و بیش از 30 سال آموزگار هنر بودن، در خیلی جاها من از آموزگاری آموختم و این چیزیست که ما باید بدونیم. استاد اون کسیست که همواره در حال آموزش و آموختنه. ببینید سنت در ذات خود واژه سنت و آنچه ما سنتی مینامیم در ذات خود فاقد پویایی و تکامل و گسترش و طور به طور شدن یعنی تطور و دگرگونی است. مانند لباس‌های سنتی اقوام و مردمان و ملل گوناگون، مثلا مردم چین، مردم بلوچستان، مردم کردستان و و و نیایش‌های گوناگون اقوام مختلف. برای مثال همیشه مسیحی‌ها یک شنبه میرن کلیسا، هیچ وقت دوشنبه نمیرن برای نیایششون. ممکنه برای کار خاصی برن، ولی یک شنبه ها نیه. مثل نماز جمعه مسلمان ها میمونه که جمعه ها میرن. یا شنبه ها میرن به کنشت یهودیان. این نام این سنت. یا چگونگی غذا خوردن چینی ها و مردمان اون خطه که با 2 چوب بلند هرگز این عوض نشده. حالا جنس لباس ها بهتر شده، لباس هندی مثلا
دوختشون بهتر شده، رنگشون بهتر شده، نمیدونم، ولی لباس همونه. یا لباس‌های تبتیان که باید گره نداشته باشه، نارنجی هست و همیشه همون جوره و شکل آرایش مردانشون که همیشه سر تراشیده است. موسیقی ما هرگز اینگونه نبوده. من یه پرسشی از شما نازنینان که میدونم رنج اینجا رو بر یادگیری و آموزش و کنجکاوی خریدید و تا اینجا هستید، آیا ستار رو میشناسید؟ ستار چند سیم داره؟ پس از همون اسمش آشکاره که سنتی نیست. سیم چهارم که در واقع سیم از پایین اگر بگیریم 1 2 3 4، این سیم سومی از پایین که چهارم یعنی آخرین سیمی بوده که به ستار اضافه شده، این سیم رو یک انسان آزاداندیشی به نام مشتاق که در اواخر دوره کریم خان زندگی میکرده و از رشت به کرمان مهاجرت میکنه، چون قوانین ارتعاش صوت رو میشناخته به ستار افسوده. امروزه اگر شما ستار با 3 تا سیم 3 تا تار بخرید، میپذیرید؟ آشکار است که نه. بعدن سالها بعد، این مال 150 سال پیشه، بعدها درویش خان نوازنده بزرگ تار رو که حتما نامش رو شنیدید دیگه، تا بهار دلنشینی که استاد شجریان و استاد لطفی خوندن، یکی از کارهای این مرد بزرگه. سیم ششمی رو به تار، همون سیمی رو که مشتاق به بم، زیر بمترین سیم یا وتر یا تار ستار افزوده، این به تقلید از اون اضافه میکنه. آقا حسین قلی بزرگ مخالف بوده با این، ولی پسر خود آقا حسین قلی با تار شش سیم میزده. عکس‌ها رو نگاه کنید، تار 5 تا گوشی داره، گوشی که کوک میکنن سیم. ولی علی اکبر خانش هر روز پسرش و شاگردان و دیگران همه با تار شش سیم، که یه مدتی اصلا به تار میگفتن شش تار. ما پس واژه سنت رو به موسیقیمون نمیتوانیم اطلاق کنیم. بهتره بگوییم موسیقی ملی ایران. سازهامون همینطور. شما اگر دگرگونی که تازیان بهش میگن تطور، یعنی طور به طور شدن، اگر دگرگونی سازها رو بررسی کنید، هیچ کنون سازه اینجوری نبودن که از روز اول. یک عده امروزه میگن آقا باید همین باشه. چرا؟ مگه ویولون این بوده؟ ما حالا یادم باشه، اگر وقت داشته باشم راجع به سازهای زهی ویولون بگم و خیلی چیزا، وقت خیلی کمه ولی سخن بسیار، دامنه سخن فراخ خواهد بود اگر بخوام بگم که تمام دنیای متمدن امروز به فرهنگ قدیم ایران بدهکاره. فقط سخنم رو پی میگیرم اون سنت و مدرنیته رو، ولی یک جرقه‌ای در ذهن شما روشن میکنم که بدونید که ساز بربط ما که تازیان به اون عود میگن، به خاطر که عود یعنی چوب، اومدن دیدن یه سازی همش چوبه، نه پوست داره نه چیز، این ساز پدر تمام خانواده زهیه، ویولون، ویولونسل و خانواده زهی. 2 گونه بربط هم بوده. حالا من اینا رو فقط میگم که اگر فرصت نشد برین سرچ، من تمام موزه های بزرگ دنیا، موسیقی دنیا و سازهای دنیا رو در آمریکا، در اروپا، در سن پترزبورگ، در مسکو، در جاهای دیگر جای جای دیدم و در موبایلم الان تصاویرش هست. اصلا قرار نبود راجع به این صحبت کنم، والله پاورپوینت پیدا چیز میکردم، من قرار بود ساز بزنم و معرفی کنم یک سری چیزها رو که نشد. بله، و همینطور ساز سنتور ما میره به جای جای جهان، میره به روسیه، تا
توی سن پترزبورگ هست سنتوری که مرتب تغییر پیدا کرده، دگرگون شده ای سنتور، که بعد امروزه در من خودم با کنسرتی که با ارکستر سازهای ملی سن پترزبورگ داشتم، چه ارکستری هم بود شگفت انگیز در خود سن پترزبورگ، اون ساز بهش میگن گوسلو، ولی از طرف دیگه میره تو اروپا میشه کلافسن. کلافسن اگر دیده باشید به سرچ کنید دیگه، امروز با هر دکمه میشه سرچ کرد. یک سنتور رو در نظر بگیرید، سنتور که میشناسید تا به دیگه، بسیار خوب، یک سنتور رو در نظر بگیرید که سیم ها پایینن، به جایی که سیم ها رو باشن که نوازنده با مضراب روی اینها به هنرنمایی بپره، این سیم ها پایینن و وقتی کلاویه ها رو میزنه یه چیزی مثل مضراب تار به این سیم ها میخوره و بعد شده کلاویکورد، هارپسیکورد و بعد پیانو. پیانو ساز جدیدیه. تمام یعنی اینقدر دامنه سخن میگم فراخه، اجازه بدید من قبل از اینکه باز راجع به سنت و مدرنیته بگم چند واژه رو به شما بگم که بسیار شگفت انگیزه. ما اول اینو بگم، به زبان انگلیسی شمع چی میشه؟ این پارسی اوستایی است، این واژه ایرانی است. بسیاری واژه های دیگه ایرانی هست. ببینم، شما وقتی میخواید یک واژه رو در زبان انگلیسی منفی کنید، اول اون چی میذارید؟ پاسیبل منفیش چی میشه؟ یا به فرانسه امپاسیبل. یا مورتال چی میشه؟ این از زبان فارسی رفته، ما داریم الان. نوشه یعنی مرگ، انوشه یعنی جاودان، که بعد شده انوشهروان، که بعد شده انوشیروان، جاودان روان. رمیده، آرمیده. یا ایکی که از اسم صفت میسازه، مثلا سیستماتیک، ژنتیک، ملانکولیک و هر چیزی دیگری ما الان در زبان فارسی داریم. تار، تاریک. بار، باریک. نزد، نزدیک. پس شما می توانید این پس واژه زیبای فارسی رو برای بسیاری واژه های دیگر فارسی نیز به کار ببرید. بگید این آهنگ آوازی که، یعنی به درد آواز می خوره، این سازی که و بسیاری چیزهای دیگه. خسته که نشدی؟ مرسی، سپاسگزارم. ما یه واژه‌ای داشتیم، سپاسگزارم، ما یه واژه‌ای داشتیم در پارسی قدیم، یعنی پارسی اگه اشتباه نکنم پهلوی، واژه‌ای داشتیم به نام دروت. دروت ت داره، درود نه، دروت. خب خود زبان خود جامعه در گویش به مرور برای ساده کردن واژه ها و آسان کردن گویش اونها میان واژه افزوده میکنه. این میان واژه یعنی واژ یا وات یا واک، که همون حرف میشه، به زبان تازی میشه حرف. این حرف یا واژه واژ بسته به این داره که در هنگام گویش اون واژه زبان در کجای کام باشه. مثلا شما درود رو بخواید ساده ترش کنید برای گویش، نمیتونید بگید درخت، سخت شد، چون زبان باید بره عقب، دوباره باید بیاد جلو. باید یه چیزی باشه در جهت حرکت خود زبان. هیچ واژی جز سین نمیتواند جای بگیرد. میشه دوست، درست نه، بعدن شده درست، حالا بهتون میگم. درست میشه بگید؟ درست بگید لطفا. درست، درست، درست. بعد از دال وره
بعد از یه مدتی صدای جه میگیرم، میشه جوست. در موسیقی ما داریم جوست. این میره به انگلیس و کشور انگلیسی زبان میشه جاست. بسیاری واژه های دیگر، بسیاری آداب دیگر از ایران ما وام گرفتند. همه جهان متمدن امروزی و موسیقی اسپانیا، من بخوام سخن بگم ساعت ها طول خواهد کشید، به ما مدیونه. من چون میخوام دامنه سخن رو کمی کوتاه‌تر کنم، برگردیم به سنت و مدرنیته. ببینید، گمان کنید یک نفر، فرض بگیرید یک نفر یک کیلو موم داره، موم و عسل. با این موم و عسل مثلا یه دونه مکعب میسازه، با یک کیلو. نفر دیگر با همین موم یه دونه گوی میسازه. ماده یکیست ولی صورتش دگرگون شده. حالا فرض کنید که یکی هست که مثلا یکی گوی میسازه، یه دونه مکعب میسازه، یه دونه مثلا یه چیز شبیه این میسازه، یه چیزی که 4 تا چیز بیشتر نمیسازه، 5 تا چیز، 7 تا چیز بیشتر نمیسازه. اصرارم داره که آقا با این موم، با این یک کیلو موم فقط با اینا رو ساخت. سالها فقط همین رو میسازه و چیز طرفدار خودش هم داره. در طول سالها هیچ تغییر نمیکنه. یه نفر میاد که آقا چیز دیگه هم میشه ساخت، ماده همونه، ولی میشه مثلا تندیس یک هنرمند رو ساخت، سردیس یک با هم یک کیلو موم، ماده همونه، میشه تصویری سر مثلا یک اندیشمند رو ساخت. اینجاست که سنت و مدرنیته به زبان ساده میشه بیان بشه. کاری که ما کردیم در کتابی که خب من 13 یا 14 جلد کتاب دارم در مورد آموزش تار و موسیقی و ردیف موسیقی ایران، جانمایه آن چیزی است که در حقیقت تمام آواها و مردمی که در این اقلیم جغرافیایی زندگی میکنند. مثلا ما داریم آذربایجانی، یکی دیگه داریم گیلکی، یکی دیگه داریم دشتستانی ماله، یکی دیگه داریم بیات ترک، یکی دیگه داریم شوشتری، یکی دیگه داریم بختیاری. به نام‌های گوناگون مردمانی و اقوامی که در این اقلیم زندگی میکنن. حالا در ردیف از اینها درست شده. سالها همیشه یک جور یک شکل اون رو میزدن. در چند سال اخیر من ردیفی و خب زیبایی شناسی هم مال خیلی 150 سال پیشه، با زیبایی شناسی و نیازهای مردمان امروز همگونی نداره. بر این نیاز من نیاز احساس کردم که نیاز هست که ردیفی بر پایه زیبایی شناسی امروز نوشته بشه و توش از نیازهای که جوانهای امروزی دوست دارن، حرکت، داینامیک، تنوع، دگرگونی و همه جانمایه ها یکی، یعنی همه همون یکی مومه، یک کیلو مومه، ولی صورت ها دگرگون شده. یک معنی شیوه های نو اینه. البته خب کارهای دیگری هم کردیم. من خیلی از همه شما پوزش میخوام که باید هی بگم من، و کاشکی که من در برخی از اینها نخستین نبودم. شوربختانه من نخستین کسی بودم که آثار بزرگ آهنگسازان بزرگ جهان و ناموران بزرگ جهان رو با تار و پیانو یا تار و ارکستر تنظیم کردم و زدم. برخی به من انتقاد میکردند که تو چرا میزنی؟ این ناشی از اون نگاه توتالیتاریستی هست که در ذهن همه ما جا افتاده. شما دوست نداری؟ گوش نکن.
تو نمیتونی به یه هنرمند بگی، به ون گوک بگی، به گویا بگی، به دگا بگی آقا تو چرا اینجوری میکشی؟ گفتم که دامنه سخن بسیار فراخه. میخواستم راجع به اینکه چگونه عود رفته توسط کی به کشورهای عربی و بعد چگونه از دل عود اولین ویولونسل در اومده، بعد ویولون، بعد از دو گونه عود بوده. خیلی سریع میگم، عودی بوده که پرده داشته و با آرشه میزدن و عودی بوده که با مضراب میزدن و پرده نداشته. به اون عود میگم، اون عود شده پدر ویولون دو گاموا. من بیش از آنچه که باید سخن گفتم، اگر خستتون کردم پوزش میخوام، با امید دیدارهای دیگه.